بیننده های عزیز السلام علیکم، خدا کنه جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز باز هم لباس متفاوت دارم، واسکت پشمی با کلای پوست که در یک از دکانهای آمدیم که اینجا بیشتر واسکت دخته میشه، کرتی، چپن، همچون کلای پوست دخته میشه و بیشتر در مورد کارشون با خود صاحبی دکان صحبت میکنیم. سلام خوب هستین؟ سلام علیکم، جور بخیر جان. تشکر، زنده باشین. در اول نامتان رو بگین. نام من بصیر احمد پوست بصیر احمد جان. در اول در مورد واسکت ما بگین. این واسکت شما که از پوست گوسفند مرینوس تیار میشه، این به این شکل وطنی ما و شما تیار میشه. این واسکت واسکت پوست مرینوس است. پوست مرینوس. بله. کجای است پوست مرینوس؟ این پوست منطقه ترک از پوست گوسپند است. خب اومان پوست گوسپند است. در بانون گوسپند مرینوس یاد میشه. مرینوس. پوست گوسپند مرینوس. چقدر وقت در بر میگیره تا یک واسکت آماده میشه؟ یک واسکت که اگر ما توسط دست جور کنیم در یک روز آماده کرده میتونیم. اگر توسط ماشین جور کنیم شاید که در یک روز 4 واسکت یا 5 واسکت ما توسط ماشین جور کنیم. توسط ماشین جور کنیم. قیمتش چند است؟ قیمتی از 1500 1500. آل من نوارد کلا. نوارد کلا میشه صحبت بکنیم. این کلا که از پوست منگ است. بنام منگ یاد میشه. این پوست وطنی نیست. پوست های خارجی است. بنام منگ یاد میشه. به این شکل پیکدار جور شده. از این کلاه بیشتر کی ها استفاده میکنن؟ از این بیشتر هم استفاده شمال استفاده میشه. بزمستان مخصوصا دیگه. در مورد پوست بگوین، کارهایی که شما میکنین چند نوع پوست است و از کدام نوع پوست بیشتر شما استفاده میکنین و این پوست ها از کجا میاد؟ ما از پوست هایی که استفاده میکنیم اکثریت پوست ها از خود وطن ما شماست. پوست روباس، گرگ است، شغال است، دیگه سمانچه است، قرساق است و غیره دیگه پوست هایی که هست استفاده می‌کنیم. از این پوست هایی که نام گرفتین کدامش بیشتر کمیاب است؟ بیشتر که کمیاب است چی پوست قرساق یک ذره کمیاب شده در این وقتا و پوست خفق ارزان شده. بیشتر شما چی چیزها رو تولید میکنین؟ از ما بیشتر که تولید میکنیم واسکت تولید میکنیم و چپن پوستین تولیدی ما زیادتر است. ولی از حساب کرتی و بالا پوشی چیزها که سابق تولید میکردیم فعلا هیچ تولیدات نداریم، چرا که خریش بازار بیرون هیچ نداره. بله. اگر کارهایی را که شما انجام دادین میشن شما بتا اینی پوستین است یا چپن است؟ این کرتی است. همین کرتی را اگر پایین بکنین این کرتی زنانه است. خب دوال هم از زمستانی است این کرتی زنانه است. این کرتی زنانه است. یعنی پوست به رنگ پلنگ است اما پلنگ اصلی نیست. این به این شکل رنگ شده و چی شده بازی نیش هم است. ایران به حساب زنانه است. این بالا پوش است که در سر پتلون پوشیده میشه. خانمایی که دوست دارند لباس های پلنگی بباشه به علاوه این کرتی بیرند یا فرمایش بدن بعضی فعلا هم سیاسر ها که جور میکنن زیادتر یا کرتی جور میکنن یا مفلر دور گردن به این شکل از پوست استفاده میکنن. هایی رو میشه که بسته جاش بانین یکان کارهای دیگه ای که شما انجام دادین تازه در این کار را که انجام دادین رو برای ما نشان بدین تا بفهمیم که کار امسال چی است. کار نو کاری نوی که ما تا فعلا زیر کار داریم چون بازار نیست ما دینمی فعلا که جور کردیم به این شکل پوستا را آماده ساخته ماندیم. خب این پوستا است که شما آماده بر زمستان ساختیم جور کردیم که از این باز کسی خواست چپن جور میکنیم یا به اصطلاح سرتختی و هر چیزی که بخواییم باز ما از این جور میکنیم. این پوستی چیست؟ این پای رو باز این پای رو باز که یعنی به این شکل دوده دوده این بسته شده این باز پاچگی رو با میگن کار بشه. خب این چیز است که شما آمادگی به زمستان دارین دیگه. آمادگی به زمستان دارین. آمادگی دارین. خب در مورد باش ما دیگه چی میبینم اینیا چیز؟ یا من پوستش که آماده است؟ این پاچگی رو باز که کار شده ایران پاچگی رو باز که کار شده
اینی به نام قرساق که گفتم اینی است. خب بله قرساق. این پوست قرساق است. قرساق یک نوع حیوان است. یک نوع حیوان است که از روباه کده جسامتش خورتر است و پوستش نظر به روباه نرم و ملایم و بسیار خوب است. امی کدام پوست کیفیتش واقعا نسبت دیگه پوست خوب است؟ همه پوست قرساق نظر به دیگه چیزها در حساب پوستین و چیزها که ما استفاده میکنیم بهتر است. قیمت هم هست دیگه. قیمتش چقدر تفاوت داره با دیگه پوست ها؟ نظر به روبا دو چند فرق داره. دو چند فرق. بله. ایران فرق داره و خفک باز از این کده بالاتر است. پوست خفک هم خیلی نشان بودن دیگه. پوست خفک تو موی ازی درشت است. خفک برابر یک مشخورماست خودش با ما اندازه است. منطق قیمت ازی نظر بر روبا و از این چیزها بسیار بلند. اگر از پوست خفک ما برای شما یک واسکت فرمایش بدم چند میگیره؟ از یک پوست خفک که یک واسکتش را جور کنیم 25,000 افغانی میشه. 25,000 افغانی قیمت از دیگه 25,000 افغانی. آخه پوستش قیمت نه. پوست قیمت هست. در مورد بازار گفتین شما که بازار نیست گفتین. چی دلیل است که مردم حالا کمتر استفاده میکنن از پوست های بدنی؟ فقط تمام اگر بی امنیتی است. بی امنیتی، بی کاروباری. کسی که وقتی که در این شرایط کسی یک نان خشک پیدا کرده نتونه دیگه پشت چپن و پوستین و قنمه کرد. یعنی مردم حالا کم استفاده میکنن. هم اقتصاد بسیار ضعیف شده، مردم استفاده کردن نمیتونن. از وقتی که شما کار میکنید چه مدت میشه شما مصروف ساخت چپن پوستین هستید؟ ما بخیه یک کسب از بابا کلان برای ما میراث رسیده. ما کار میکنیم بخیه از طفلیت، از فکر که از 10 سالگی ما در این کار شروع. حالا چند سال هست؟ حال 43. 43 سالگی، یعنی 33 سال میشه شما داخل این مسلک هست. بله. در 43 سال یک از خاطرهای خوبی که همیشه به یادتان بوده از کاری که میکنین میشه برای ما ببینید و عزیزم شریک بسازید؟ ما بهترین خاطره ما در زمان پیش از چی بود که همین زمان بود در شهر کابل ما کار میکردیم، کرتی و بالا پوش جور میکردیم. آن نوک کرتی و بالا پوشی که جور میکردیم همه دهان آسنایی که دم دکان نرسانده اون وقت از ما خریدار می برد. اما این شرایط، این تو شرایطی شده که ما آن چیزی را جور میکنیم 2-3 سال پیش ما میمونه فروش کرده نمیتونیم. خاطره بهتر این ما امون سالای دکتر نجیب بود که در امون سالا ما آن چیزی را که جور میکنیم چی لیاف بود چی پوستین بود. امون زمان ما لیاف جور میکردیم، لیاف عین زمان نفر می برد بسیار خوش میکرد. اما حالی امو زامت هم میکشیم، امو زنج و زامت را که میکشیم اما هیچ خریدار نه. خریدار نه. خب بیاین به امید از اینکه روز پس مردم در افغانستان بیاین رجوع بکنن برای تولیدات وطنی، برای پوستای وطنی. تشکر. انشالله که خداوند این روز آل را که آورده سر تمام مسلمان ها خصوصا مسلمان افغانستان یک سال در سرسری یا در افغانستان دارد. بسیار تشکر. تشکر. سلام. خب دوستای عزیز قسمی که گفتم صنعت وطنی بارها ما گفتم رکود است. پس چی خوب است که همه ما افغان ها بیاییم از صنعت وطنی خود، از تولیدات وطنی خود استفاده بکنیم و از پوست های وطنی استفاده بکنیم و همچنان ما در آستانه زمستان قرار داریم. حتما در زمستان بیاین از پوستین و واسکت های وطنی پشمی استفاده بکنیم. گزارش ما به پایان میرسه. وقت همه تان خوش. خدا نگهدار.